متابعی حساب گرفته شوه. یعنی من فکر میکنم در حساب بانکی وکلا وزرا عین و غین رهبرای جهادی و چپی کل پیسه بیوه و یتیم و بیت المال هست. سلام مجدد بر شما بیننده عزیز، تشکر از اینکه با ما همراه هستین. آرزو دارم بخش اول برنامه براتون خوشایند تمام شده باشه، از قصه های شیرین بشر دوست صاحب لذت برده باشین. ادامه برنامه را با سوالات جالب می داشته باشیم. شما ما را تعقیب بکنین و فراموش نکنین، همیشه حمایت بکنین و نظریات نیکتون با ما حتما بگوین و شریک بکنین. بشر دوست صاحب، بخش بسیار جالب فرا رسید، بخش بازی با تصویر است و مطمئنن که گیم بسیار دلچسب و در عین زمان برای کسایی که از خود پایتای منفی رو به ماندگار گذاشتن یا عادی میگیم خیانت کردن، اونا حتما سرشان گپ خودت و گپ ما و انتخاب تصویر کمک دشوار است. بریم به طرف تصویر. خدمت هستیم. بسیار خوب، ببینیم که اولین تصویر چی است و از کی است و نظر بشر دوست در این مورد چی خواهد بود. شما شاید با نامش با چهرش آشنا باشید. یکی از هنرمندای بسیار مشهور است بخصوص بین قوم هزاره، اما متاسفم که در این 20 سال اگر تا جای من معلومات دارم در کشور پای خود نگذاشت. داوود سرخوش. و بعضی اوقات آهنگم خود مطمئنن که میشنید. آه بله، آهنگ میشنم. کدام آهنگ شخص از یاد دوست داری؟ اگر راست پرسان کنید بیشتر آهنگایی که من دوست دارم آهنگایی است که از میهنی باشه. میهنی و آهنگایی است که با یک فلسفه خاص، من نمیگم آهنگای اینا فلسفه ندارن. بیشتر اگر راست پرسان کنید خواندنای احمد ظاهر، میهنم، مادرم، بخصوص عجب صبر خدا دارد. این خواندنایشون که بعضی ها فکر میکنه که وقتی یک خواندن میشنوین معذرت میخوام غریزه شما برکت میاد یا هم احساس شهوانی شما تحریک میشود، اما بعضی خواندن هاست که یک فلسفه است. فلسفه انگیزه میتونه به جای که شهوت انسان تحریک کنه، اما مغزی فکری انسان تحریک میکنه میاندیشه. بعضی خواندن هاست که من معمولا بیشتر از هم از زاید. بسیار خوب، تصویر بعدی و ببینیم که این تصویر از کی خواد بود، نظر بشر دو ساید. من یک برنامه‌ای دیدم در سراچه نسبت به من نظرات بسیار مثبت گفته بود که بشر دوست صاحب اگر اشتباه نکنم در کمپاین که رفته بودیم در گردیز در 1388 کمپاین رئیس جمهوری فکر میکنم بوده در اونجا دوست که ظرفایش من فهمیدم نظر مثبت داشت نسبت به من و من شناخت ندارم که قضاوت کنم بخاطر که ندیدم و اعمال و رفتارشانم تا امروز این من قانع کننده نه، به خاطر قانع کننده، به خاطری که روزی اولی که طالبا آمد من خوب یادم است این خدا شده است دزدار خوب بگذار، غاصبین بگذار، متجاوزین بگذار، نفرای عین و غین و کرزه اینا را بگذار، حتی معتادین در زیر زمین درون شده بودن اونا غار میپالیدن که کجا پنهان شدن. آلی دزدا و جنایتکارا و غاصبین و متجاوزین دوباره سر خود بالا کردن ادعای پادشاهی میکنن و این برای مردم بسیار مایوس کننده است به خاطر که مردم ما انتظار چیست که باید عدالت تطبیق شود. کنفرانس های خبریشون دیدین بعضی اوقات روی تلویزیون ظاهر میشن در تلویزیون ها میان، چقدر شما به حرفایشون باورمند هستین؟ این حقیقت میگن؟ منظور مذهبی اولا مجاهد است. یک سخنگوی یک حکومت هیچ وقت نمیتونه قطع بگوید به نظری من، به خاطر که هیچ حکومت نمیتونه که فرشته باشه، این ممکن نیست. هیچ حکومت نمیتونه که 100% بدون عیب باشد، این ممکن نیست. و هیچ سخنگوی نمیتونه عیبی
یک حکومت بگوید. مثلا من اگه به جای اینا سخنگوی می بودم دوچار عین مشکل می بودم، به خاطر که چون از حکومت بودم و نو کار بدش هم ما باید توجیه می کردیم و هیچ حکومت نمیتونه که 100% کارش خوب باشه. بنابراین فکر نکنم که چیز یک سخنگوی نمیتونه انقلابی واقعی باشه و سخنگوی حکومت. اینا میتونست انقلابی باشه وقتی که در مبارزه هستن، در حکومت نیستن، در چوکی نیستن. مثلا من فکر میکردم که من تاریخ سلام وقتی میخوانم یک چیزای عجیبی من میبینم که انسان بسیار امیدوار میکنه. مثلا پیامبر ما که مکه را فتح میکنه مثل که دیگران فاتحا یک کابل فتح کرد یا تهران فتح کردن یا مثلا اسلام آباد فتح کرد یا دهلی را فتح کردن. کل فاتحین که هست در مخانای کاخای سران سابق میرن، جای به جای میشوند دمو چوکی های لکسشان، دمو خانه های لکسشان. اما پیامبر ما وقتی مکه را فتح میکنه اینا طرف خانه ابو سفیان نگاه نمیکنن، طرف خانه ابو جهل نگاه نمیکنن، در حال که خانه های اونا خانه های لکس بود، خانه های پادشاه بود، سرانشان بودن. در اون خانه گیلی خود میرن اینا میشنن، یا مثلا آخوندهای ایران وقتی فتح میکنن در اون خانه وزرای شاه میرن، جای به جای میشوند، در اون کاخها و قصرها. یا مثلا نهرو فقط گاندی نمیره در اون خانه. بگه من امیدوار بودم که اینا در اون خانه کاخا و قصرهای سابق جای به جای نشوند، در خانه گیلی مثل که حضرت عمر رضی الله عنه خانهش با خانه خادم مسجد فرق نداشت. من چند وقت پیش در پول سوخته در حرکت بودیم، از پشت یک آرنگی موتر بسیار قوی بسیار عاجل آمد. خدا شد است من ناخداگاه گفتم کدام وکیل سابق است. اما وقتی این موتر تیر شد دیدم که طالباست دیگه. من به یک دستم که در صورت فرق نمیشه، اینا باید در عمل از تمام کارهایی که نامی کرد باید خودداری کنند. شخصی که خیلی دوستشان دارین، مطمئن هستم رفیقی شاید هم رایش داشته باشین، تصویرش آماده است، شما ببینین که چقدر دوستش داشتی و دوستش داری. راستش که پرسان کنی، من دشمن خودم دوست دارم و همیشه هم وصیت نامی من این است که یعنی با رحمانی صاحب ارتباط خوب نداشتیم؟ نه، ارتباط خوب داشتیم. منظورم است که اگر کسی دشمن من باشدم دوست دارم. اینها خو همکاری ما بود، چند سال رئیس اولشی جرگه بود، بایی که هر دفعه منم میکشید از تالار توسط نیروی امنیتی، هر جای باشه آبش گرم باشه، آبش سرد باشه. آبش سرد باشه، نانش گرم باشه و تا جایی که من خبر دارم شاید کواسیشان هم آبشان سرد باشه و نانشان گرم باشه. دو تصویر باقی مانده، فقط میخوایم در یک جمله یا یک کلمه شما جواب بدین. همکار سابق ما هر جای باشه، آبی سرد باشه، نانش گرم باشه. ما منظور گرفتیم. تشکر. وقت یعنی در مورد همکارای جمن هم تو یک کلشان صحبت داری. کل انسان ها نانشان گرم باشد، همکارانی که آبشان سرد باشد، در یک جا کار میکنن عین چیز. جنابی که یک زمان بالای شما زیاد قیودات وضع کرده بود در وزارت خارجه وقتی ما کارمندشان بودیم و بعد جالبی است که 180 درجه تغییر کرد. ما یک زمان در وزارت خارجه جزایی بودیم، دفتر نداشتیم، به شوکی نداشتیم. بعد یک چند ماه بعد من معاون شدم در وزارت خارجه. بعد چند ماه بعد من رئیس شدم، رئیس بخش اروپای غربی و شرقی. دیروز دفتر نداشتیم، فرداش موتر در خدمت ما بود، موتروان بود، حتی میزی دفتر من میز مصاحبه شفیق بود. دلیل فکر میکنم تا جایی که بعضی بادیگاردهای زنا بادیگاردهای همه شما مسئول بود و وقتی من جزایی بودم میرفتم میشیدم با بادیگارده و اجیرا و خانه سامانا و مامورین قصه میکردیم. اونا بسیار خوش بود، میگوید از فرانسه آمده قصه میکنه چی است.
فکر میکنم که اطرافیاش برایش گفته بود که می بشر دوست با دیگرها بسیار فرق میکنه. به خاطر که اول که تعصب نیست بین هیچ گونه تعصب بین بامیانی و پنشیری و قنداری و لوگری و امثال هم و دیگر این آدم است که واقعا احساسی پاک داره، نیت خوب داره. فکر میکنم متوجه شده بود که جزایی که ما رو کرده اشتباه کرده. فعلا نظرتان در موردش چی است؟ برای فعلا خوی اینا میگن زندانی هستند، در خانه زندان هستند، همونطور که جنرال مبین تا جایی که من شنیدم گفتن اینا واقعی کرده زندانی هستند، در حبس خانگی هستند. در حبس خانگی هستند. من طرفداری نیستم که کسی در کشور ما زندانی شوه، عطر خانگی شوه، قیودات باز شوه، بگذارن که آزاد باشه. مطابق باید حساب گرفته شوه. یعنی من فکر میکنم در حساب بانکی وکلا، وزرا، عین و غین، رهبرای جهادی و چپی کل پیسه بیوه و یتیم و بیت المال هست، میلیاردها دلار است. اینی پول باید به ملت دوباره داده شوه. بعد اینا خدا کنه که طیاره سوار شوند، خدا کنه که مرکب سوار شوند، اینا رو باید آزار نده. تشکر. خواهش میکنم.